پیکرهای 10 تن از جان باختگان را بردوش می کشند که در نتیجه انفجار 2 ماینه کنار جاده در ولسوالی جلریز میدان وردک صبح امروز جان باختند. فلان کج طرف بامیان می رفته که 13 نفر داخل از این موتر بودند. این 13 نفر خب مینی که طالبان جاسازی کرده بود منفجر می دید. خب اینا تقریبا 9 نفر شهید میشه، 4 نفر هم طفل و از 4 ساله تا 13 ساله اینا زخمی میشه. برادر جوان خر از دست دادم، بچه خوار برادر جوان خر از دست دادم. امروز من 10,000 شین. انفجار دوم بر موتر کرولا پس از آن رخ می دهد که نزدیکان قربانیان این رویداد برای انتقال قربانیان رویداد نخست به ساحه می رفتند. متاسفانه امروز در سوگ برادرم، خانومش و دوتا فرزندش و همچنان مامای عزیزم و 3 تا از پسران کاکایم نشستم. پروسه صلح و نشست بین الافغانی در قتل جریان داره. از روزی که این نشست آغاز شده جنایت و خشونت در سر تا سر افغانستان افزایش یافته است. این زن 4 عضو خانواده‌اش را در این رویداد از دست داده است. موتر پک رفته دیگه، هیچی نمانده دیگه، اونجا هیچی که نمانده دیگه، داماد تا آقایی می رفته نون چه چند یتیم غریب ماندن اینجا جایش. تمام زندگی مو بود، تمام دارایی مو بود، تمام پشت کمال مو بود از مو گرفته، داماد من از مو گرفته، بله من از زن شرد، بچه شرد، دختر شرد گرفته، کلش گرفته، تو رو چکنی دیگه چی به درد مخری تو؟ مسیر کابل بامیان که از بخش‌های ناامن ولایت میدان وردک می‌گذرد، بارها گواه چنین انفجارهای مرگبار ماین‌های کنار جاده بر غیر نظامیان بوده است.